بابا سلام، خوش آمدید به برنامه دیگری از رادیو گربهش. ما برنامه رو مجبوریم سر موقع شروع کنیم، همسایمون گاهی اگه گرم برم کرد شما اصلا به روی خودتون نیارین لطفا. قبل از اینکه چند تا کارتون نشون بدم از انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا، میخوام راجع به فواید پیاده روی براتون بگم. پزشک من اخیرا گفته که یه مقدار بیشتر پیاده روی کن. مزایای پیاده روی بر همه به هر حال واضح هستش که فشار خون تنظیم میکنه و خون به جریان میندازه و چربی های اضافی رو کم میکنه و تمرکز میده، اینا رو هست. اما یه چیزی هم هستش که من تازه فهمیدم که پیاده روی ثواب اخروی هم داره، نه تنها سلامت دنیوی داره، ثواب اخرویش هم حالا عرض میکنم. این یه خود بیشتر هم هست ثوابش از این لیلی کردن حاجی ها در نمیدونم صفا و مروه و این حق بازی ها. وقتی من خوندم که پیاده روی آیت الله عظما وحید خراسانی تیتر به این درشتی رو گرفته در این روزنامه جمهوری اسلامی، فهمیدن این پیاده روی ها باید روی یک اصول ثوابی و آخرتی باشه، اگر نه همینجوری که آیت الله بی خودی پیاده روی نمی کنه تا وقتی بنز زده گلوله هست. ولی که همیشون پیاده روی کردن در سال روز شهادت امام صادق. این صدای گنگو به همتایی ها اگه میاد گوش نکنیم، من میشنوم اینجا. حالا میکروفون من خیلی حساس، دو تا هم هست، یکیش قرار شده همسایه رو بگیری گروب گروب بشه، یکی برای کار ازیم. شاه سروز شهادت امام صادق کی هست؟ نمیدونم. چرا میدونم؟ همون روزیه که حضرت آیت الله وحید خراسانی پیاده روی کردن. از کجا پیاده روی کردن؟ همزمان با روز شهادت امام صادق آیت الله العظما وحید خراسانی، مسیر بیت خودشان را تا حرم مطهر حضرت معصومه سین، یعنی پرانتز سین پرانتز بسته، با پای پیاده طی کردن. یعنی این مسیر رو تشریف بردن پیاده به گزارش فارس از قوم. آیت الله العظما حسین وحید خراسانی ظهر دیروز همزمان با شهادت امام صادق علیه السلام مسیر به چی؟ ظهر دیروز همزمان با شهادت امام صادق. از کجا معلوم که ظهر دیروز امام صادق شهید شده؟ دقیقا یعنی سال روزشو میگم، ولی از کجا معلوم که حضرت امام صادق ظهر شهید شده باشه؟ اونم دیروز. ممکنه که از شهید شده باشه پریروز، نمیدونم. من فقط با خرافات درگیرم، من فقط با خرافات مشکل دارم که اینکه حالا چه ساعتی از ظهر شهید شده که چون ظهر پاشه رفته دیگه صبح کل سحر ایشون شهید شده بود. اصلا با این اختلاف ساعت که بینه اون برای این برای این برای هست، از کجا معلوم که میگم فقط ما به خرافات قصیه کار داریم که الحمدلله اینجا صحبتی از خرافات نیست. احترام میذاریم به همه افکار و عقاید و مناسک و مراسم. میگه مسیر بیت خودشون را در خیابان شهدا تا حرم مطهر معصومه سین با حضور خیلی عظیم دوستداران و عزاداران رئیس مذهب جعفری. خیلی عظیم رئیس مذهب جعفری، یعنی اینا الان سمت دادن به امام جعفر صادق به عنوان رئیس مذهب جعفری، معاونش هم نگفتن که. حالا برای خیلی عظیم دوستداران و عزاداران و حالا میگه خیلی دوستداران و عزاداران اهل حاجت و پاچه‌خوارا و منتظر الوکالا و منتظر الوجیزه ها و منتظر خیلی با همراه خیلی عظیم با پای پیاده طی کردن این مسیر رو. البته حالا این میگه با پای پیاده طی کردن، اما بدونید که بنز زده گلوله‌اش وسط خیابون مواظب اون یه هلیکوپتر بالای یه نشکش از عقب یه آمبولانس هست بغل، بی خودی همجوری حضرت آیت الله
الکی فکر کنین که پیاده روی کنم. و همینجاست که من متوجه شدم پیاده روی ثواب اخروی داره، یعنی اون که آدم که پیاده میره میگه پیاده بره بهشت و اونجا هم تحویلش میگیرم، به ویژه که اگه همراه حضرت آخه خستم شده حضرت آیت الله اینا همراه قیافه های صورتش رو گرفتن تو عکس نیفته، نمیدونم چرا. ها نه اتاق فرما میگن نه اینا دارن گریه میکنن. آه ببخشید من فکر کردم که اینا نمیخوان شناخته شن و اون وقت دو دستم هستن، یه دستتن پشت اون پرده اون ور هستن که این پرده هم روش نوشته چی هم فلان فلان اونجا چارزو میزدن بند خداها بدبخت یعنی میرن بهشت خوشبخت میشن، این هم از اینجا نشته هزار دلم خسته. حالا خسته هم آدم باشه پیاده اومده باشه آره باید بهش گریم بکنه. در حال پیاده روی رو خواستم خواستش رو خدمتون بگم که این مرجع تقلید هر ساله همزمان با شهادت امام صادقین اقدام به برپایی عزاداری و پیاده روی به سمت حرم. آقا هر سال این کار میکنم، پزشک بهشون گفته آقا زیاد پیاده برو، زیاد پیاده روی کن و این حضرت هم احتمالاً منت این پیاده روی رو داره سر امام جعفر صادق و حضرت معصومه میذاره. هر سال میره و انقدر خسته میره که دیگه بر نمیگرد، یعنی تو روزنامه من هر چم گشتم راجع به اینکه این حضرت دوباره پیاده برگشتن، یعنی دو سره پیاده نمیرن، یه سر میرن یه سرشو یا اونجا میمونن این همه سال، یا به هر حال با همون بزد گلوله یا راننده شون ایشونو کول میکنه که اینم خودش یه ثواب داره که راننده میره بهش با راننده میرن بهش. اما میگه همچنین مراسم عزاداری و پیاده روی هر ساله با حضور حضرت آیت الله وحید خراسانی در مناسبت های چون شهادت حضرت فاطمه سین و امام علی هم برگزار میشه. آه پس این حضرت اصلا عادت داره علاقه داره پیاده بره. حالا به این روزنامه نویس بگو اگر ایشون هر سال یه بار برای حضرت فاطمه، یه بار برای حضرت علی، یه بار برای حضرت زینب، یه بار برای حضرت صادق پیاده بره دیگه این تیتر درشت زدن چیه؟ مگه چقدر تو تیتر چقدر باید درشت باشه تا آقا جیره ماهیتتون رو بده؟ من نمیدونم ولی خواستم که با فاو بوده پیاده روی آشناییه بیشتر پیاشین، بعد از پیاده روی هر چه رسیدین بیشینین و اینجوری بگیرید پیشانیتون رو گریه کنین که حتما به بهش خواهید رفت. و اگر این پیاده روی شما همزمان باشه با یه شهادتی، رحلتی، وفاتی، ارتحالی، چیزی، این خب تو اون دنیا تو بهشت اصلا استقبال درجه یک مثل هواپیمایی نمیدونم امارات میبرن تون اولی یه جای خوبی بعد اونجا دوش میگیرید بعد خیلی. خلاصه خواستم که غافل نشید و پیاده روی کنید مثل حضرت آیت الله وحید خراسانی. و حالا که صحبت امام جعفر صادق شد بگذارید که این رو هم بگم که الان مدت هاست که تماشاچیان دوستان بیننده ما خواهش کردن که یه جوری براشون بگیم که چه جوری از آتش جهنم رهایی پیدا کنن، که به هر حال این یک زلی شده از وقتی که پاپ آمده و اعلام کرده که جهنم در اون دنیا وجود نداره، برای خب کاتولیک ها گفته و مسلمان ها و برای اجانا مذاهب هم درگیر این قضیه هم که حالا اینا دارن اونا ندارن، اینا چجوری خودشون از آتش جهنم نجات بدند. بعد میگه که با عمل به این آیه از آتش جهنم رهایی یابید. خیلی خوبه.
خیلی خوبه. سرویس دینی جام، سرویس دینی دیگه، سرویس دینی یه چیزی مثل سرویس چینی. سرویس چینی مثلا 6 تا بشقاب 6 تا پیاله، اینا مثلا سرویس دینی هم 6 تا امام 6 تا پیغمبر. سرویس دینی لغت خارجی. خب رهبر مؤسسه میگن که مصرف نکنی، ولی بعضی وقتا نمیشه. وقتی که صحبت سرویس هست، سرویس که دید باید به آدم بدید، که نمیشه از لغتهای خارجی پرهیز کرد. سرویس دینی جامنیوس متن روایت را از کتاب مستدرک منتشر میکند. روی خب حالا عربیش که ما نمیتونیم، من سردر نمیره بذارید ترجمه فارسیشو بگم. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند ای کسانی که ایمان آورده اید، این راجبه اینی که با عمل به این آیه از آتش جهنم رهایی پیدا کنید، ای کسانی که کجا بود؟ ای کسانی که ایمان آورده اید، از این علامت ها گذاشته حضرت صادق، نمیدونم از این علامت های تعجب اخدار ایناست از کجا آورده بودن. ای کسانی که ایمان آورده اید، جانهای خود و خانواده را از آتش جهنم حفظ کنید. خب بله، چجوری؟ مردم پرسیدن چگونه خود و خاندان خود را از آتش جهنم حفظ کنند. مردم پرسیدن، حضرت البته اون موقع پرسیدن خیلی سخت بوده، فیسبوک که نبوده که بیان سوال مطرح کنن یا ایمیل بزنن برای حضرت، که والله الله بدبخت مردم همینجوری این در اون در میزدن. بالاخره حضرت میپرسن که چگونه خود و خاندان خود را از آتش جهنم حفظ کنیم، و حضرت صادق علیه السلام در جواب فرمودن اعمال خیر انجام دهید و خاندان خود را به انجام اعمال خیر سفارش و یادآوری کنید و آنها را به روش‌ها و شیوه‌های اطاعت الهی مؤدب و تربیت کنید. حضرت یا ما را خیلی دست بالا گرفتن یا آتش جهنم را خیلی دست کم گرفتن، که همین این جمله رو فرمودن که ما این کار رو بکنیم و وقت میره اونجا گارانتیش چیزش چیه بگم. حضرت گفته آقا اعمال خیر انجام بدیم، ما سر را به این گدای پول دادیم و نمیدونم سینم زدیم و زنجیرم رفتیم زدیم و اینا، و حالا ما رو نسوزونید. نه حالا اگر تشمی برید اونجا زیاد یه مقدار ذرت تو جیبتون بذارین، لد البرود به آتیج یعنیم یه پاپکورن سفیلی بخورید، و به مرزی هم که خواستم بندازن تو آتیش، همین یه نسخه از این روزنامه رو ببرین، همین سرویس دینی رو ببرین که امام صادق علیه السلام در حدیثی راهکار مسئول ماندن خانواده از آتش جهنم، راهکار از این روزا می‌نویسن راهکار روزشان بیان فرم باید بنویسن لحاظ کردند. این روزا می‌نویسی مدرن باید اینجوری بشه، ببرین و بگین رو منطق راهکاری که حضرت لحاظ کردند ما رو نسوزونین. حالا اونا اگر دیدین که باز می‌خوام بسونم، بگین ما کاتولیک پاپ گفته ما رو نفسودی. بالاخره یه راهی فکر کنم، این راهی که من فکر کنم برای راهی از آتش جهنم راهی بهتر از راهی که حضرت امام صادق فرمودند و شما یهو ندانسته برید جزغاله برگردید بیرون. به هر حال همین سرسد کمینت ناشمه
وای خدام فرش زمین ما شمند. آخه دلم میخواد امینت با شما ای دل، دلم میخواد امینت با شما ای دل، سر راهت کمینت با شما ای دل. همون ساعت که از در در بیایی خودم فرش زمینت با شما ای دل. چه روی خوده درست نخونده، روبراش کردم، کارگر ساختمانی است. و چه غریبانه که تلخ میخونه و نمیزنه، و چه با سوز نیزدن بینه. یاد اون شعر قدیمی خودم افتادم، یه قدیمی که یعنی 30-40 سال پیش. بگذر از نی من حکایت میکنم، بگذر از نی من حکایت میکنم، و از جدایی ها شکایت میکنم. ناله های نی از آن نیزن است، ناله های من همه مال من است. این منم که هرچه رشتم پنبه شد، جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد. چند ساعت ساعتم افتاد عقب، پاک قاطی شد سحر با نیمه شب. یک شبه انگار بگرفتم مرض، صبح فردایش زبانم شد عوض. آن سلام نازنینم شد هلو، وانچه گندم کاشتم رویید جو. پای تا سر شد وجودم فوت و هد، آب من واتر شد و نانم برد. دای من حتی پنیرم چیز شد، است و هستم ناگه ایز شد. دیدی آخر هرچی رشتم حلمه شد، جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد. بگذار از نی من حکایت میکنم، و از جدایی ها شکایت میکنم. نمیدونم ماه محرم تموم شده یا نه، همین زباید آخرش باشه. و من این نکته رو دقت کردم که هرچی که این مداها آبرو میبرن از اون چیزایی که برای مسلمان ها مقدسه، مثل اینکه استقبال بیشتری از کارشون میشه، تا اینکه بالاخره صدای این مراجع تقلیل در میاد که آقا من واقعا گوش کردم، یک جوری طرف راجب حضرت فاطمه زهرا خودشون حرف میزنه که اگه آدم یه مسلمان معتقدی باشه غیرتی میشه. نرلنده هور اینجوری حرف نمیزنی ها. این از این مدعای لاتشون. اون ادبا و شعراشون من ندیدم. این نشانه ها، این المان های مذهبی رو در قالب ادبیات مثلا تغزلی بریزن، یک غزلی، یک منظومه ای زیبا با استفاده از این همین المان ها، این آیت ها و آیه ها و سمبل ها و نماد ها ارائه بدن که توهین نباشه.
رکیک نباشه، زیبا باشه. نتونستن یا نمیتونن یا نخوان تونست یا همین، یا انقدر عبد و عبید و حقیرن که جرأت نمیکنن، نمیدونم. اما میشه که آدم به طور زیبا و سالم غیر مهمی این کار بکنه. محرم آمد و من مرد سینه زن، یارا محرم آمد و من مرد سینه زن، یارا درار سینه ات از چاک پیرهن، یارا بیا که تشنه لبم چند بوسه نظرم کن، بجنب تا که نیفتاده از دهن، یارا شهید عشق تو ام، کربلای من اینجاست، بده خلاصیم از شمر قلتشن، یارا نه صیغه ای و نه عقدی، بیا همین جوری زنا خوش است به قرآن انجمن، یارا قرآن انجمن خوشنویسان، نه صیغه ای و نه عقدی، بیا همین جوری زنا خوش است به قرآن انجمن، یارا نگو که سجده برم سوی چارده معصوم، که کمتر است از آنها گناه من، یارا چه باک اگر به جهنم روم به کیفر عشق، که صد بهشت تو را هست در بدن، یارا بیا و یک تنه کام مرا بده امشب، که من گذشتم از حق پنج تن، یارا به گریه زامن آهوی چشم تو می گفت، که مست بوی تو شد آهوی ختن، یارا بیا که قاسم داماد غبطه خواهد خورد شبی اگر که تو باشی عروس من، یارا بسوز خیمه جانی به آتش هوسی، که شادمانه شود روزه کهن، یارا مرا اشعه گیسوی تو کند تحریک، دقیق آمده کشف ابوالحسن، یارا حذر ز قیمه تبلیغ مسلمین امسال، که می رود ز تورنتو الى وین، یارا بگو به هرمله پیتزا بیاورد دم در، که جم نمی خورم از جای خیشتن، یارا نگو که پپسی و کوکا نمی خورم امشب، بنوش و مرحمتی کن به نظر من، یارا نظر به گنبد و گلدسته کردم و گفتم عجب مکمل خیشند مرد و زن، یارا به زیر گنبد دوار مسجد عشاق سخن ز سکس بگو بهترین سخن، یارا بیا به شعر اروتیک مذهبی رو کن، بیا به شعر اروتیک مذهبی رو کن، کنون که عشق حرام است در وطن، یارا ممنونم. فرصت زیادی نداریم، نگاهی شتاب زده داریم به کارتون هایی که راجع به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از آنکل سم، عموسام معروف سمبال آمریکا هستش که اینجا دارن رندش میکنن، یعنی دموکراسی آمریکا رو، و اینجا هم عموسام
در مسابقه دوی هیلری و اون ترامپ داوره و میگه آماده باشین میخواد شلیک کنه ولی تو کله خودش میخواد شلیک کنه و فصل بد خرمن محصول خرمنه و اینجا هم که هیلری داره میگه که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد، یعنی دروغگوه و داره علنن پشت همین تریبون دروغو میگه هیلری و ترامپ سراشون تو پاکت مثل به صورت ناشناس دارم یه یعنی نیش کنیمشون نمیخوان مردم ببدونن اینا به واقع چه کسانی هستن که متاسفانه به حال به یکی از اینها باید رای بدن. گر صحبت از دروغ و گر حرف از فساد است، گر صحبت از دروغ و گر حرف از فساد است، البته این دو کاندید توفیرشان زیاد است. عکس همند این دو، هادی بگو صریحاً، این بدنهاد و رند است، آن رند و بدنهاد است. برعکس همدیگه هستند و هر دو دارند از توی سطل آشغال در میان، قبلا اینو دیدیم، هر دو دارن از توی لجن در میان و هر دو دارن همدیگر رو لجن مال میکنند و لجن پراکنی میکنند به همدیگه. اینجا هیلری دوتا دلیل قاطع آورده برای اینکه باید انتخاب بشه، یکی میگه برای اینکه من زن هستم I'm a woman، بعد دلیل دومش هم اینه که I am not him، من ترامپ نیستم. سگ زرد خواهر شغاله یا برادر شغال فرق نمی کنه. تا هفته آینده.